شیرین خانم بیا. خب اینجا بشین لطفا. خب اینو بگیرید این دستتون شما. بله. مرسی پوریا، با هم نگاهی میکنیم به خبرهایی که شما اونا رو با بحث و گفتگوی گسترده خودتون در فضای مجازی فیسبوک و توییتر در دوازده فکر کنم این روز اول بود فکر کنم واقعاً چون مطمئن نیستم روز اول این شروع میکنم که در مورد موزه هنرهای معاصر هست. ببین قلبم میزد ها، یعنی اصلا همراه عکس‌های بسیار میفهمن، همه میفهمن که چقدر قلب من داشته میزده و این تمرینته. آره این تمرینه، این داشتیم هنوز ریهرسل کردیم. نمایش گذاشته شده و جالبه که بدونید یکم برو جلو بیدید. نگاهی میکنیم به اتفاقهایی که خبرساز شدن و میلیون ها نفر در فضای مجازی. ایوای این چیزه، روزه که اومدم آدیشن دادم. بعضی از خوانندگان ایرانی هستش. روزی که اومدم مصاحبه کردم. در طی هفته گذشته میلیون ها نفر در مورد این موضوع بحث کردن. فکر کردی برای اتاق خبر؟ آره من اصلا برای اتاق خبر اقدام کردم. ممنوع شدن فعالیت بیش از 20 خواننده ایرانی به دلیل همکاری اعتماد به نفس تکذیب کرده. آقای مرادخانی گفته من به باریکلا تیپی زدم، تیپ قشنگ برای مصاحبه. شرایط رو به گونه ای فراهم کنیم که اونا سر موهام انقدر ببین اصلا به دوستام زنگ زدم، با مامانم اسکایپ می‌کردم گفتم موهامو صاف کنم یا موهام فر کنم، موهام بدم اینور یا باهام اونور. بعد دیگه آخرش گفتن برو همینطوری که هستی برو. خب و در آخر خبر فیلتر شدن تلگرام رو براتون دارم. در چند روز گذشته بسیاری از کاربران از نه چی شد؟ چی گفت؟ من گفتم دم. من خوب شروع کردم و یهو از یه جایی به بعد حقیقت به هم خودشو نشون داد. فهمیدم اوم تازه فهمیدم وای من مثلا جلو تلویزیونم این همه آدم نگاه میکنم. کم کم استرس گرفتم که دوستان عزیزم منو چیز نکردن، خجالت زده کردن و نان استاپ بدون وقفه میگفتن چرا انقدر دهنت، چرا انقدر نفست میگیره، چرا انقدر قورت میدی دهنتو، چرا انقدر فلانه. یالا تو خبر، شما هم بیاین خبر بگین تا بفهمین یه من ماست چقدر کره داره.